شکست تلخ رئال مادرید و تقدیم صدرنشینی به بارسلونا. رئالی ها در ورزشگاه رای بایکانو از همون ابتدای بازی خیلی غافلگیر شدن و دقیقه 4 این بازی بود که گل اول رو دریافت کردن. گل زیبایی رو هم تیبو کورتوا خورد تا رئال مادرید همون ابتدای بازی یک هیچ عقب بیفته. اما دقیقه 34 رو روی حرکت مارکو آسنسیو رئالی ها صاحبه پنالتی شدن که لوکا مودریچ پشت توپ ایستاد و اون ضربه رو تبدیل به گل کرد تا اون لحظه بازی 1-1 شه. شاگردان کارلو آنجلوتی که اصلا نمایش خوبی رو در این مسابقه نداشتن روی کورنر مارکو آسنسیو دقیقه 41 توسط ادر میلیتائو به گل رسیدن و بازی رو 2-1 پیش افتادن و با همین نتیجه می رفتن که به رختکن این بازی برن. اما رئالی ها روی اشتباهات خط دفاعیشون و اشتباه بد تیبو کورتوا و مهار ناقص اون دقیقه 48 این بازی، یعنی 3 دقیقه وقتهای تلف شده این بازی، هم یه گل زیبا رو دریافت کردن و بازی 2-2 شد و دو تیم 2-2 به رختکن رفتن. در شروع نیمه دوم هم این رای بایکانو بود که حمله میکرد و عمل کرده بهتری رو داشت و صاحب یه ضربه پنالتی شد. روی اشتباه کارواخال ضربه اول پنالتی رو زدن و تیبو کورتوا مهار کرد، اما به دلیل اومدن جلوی کارواخال از خط محوطه جریمه پنالتی تکرار داده شد و مجدداً ضربه تبدیل به گل شد تا بازی 3-2 بشه. در نهایت هم تعویض‌های کارلو آنجلوتی و تفکرات اون نتونست نتیجه رو داشته باشه و رئالی ها اولین شکست خودشون رو در لالیگا تجربه کردن. دومین شکست 3-2 اونها بود، اولی به لایپزیگ، الان هم به رای وایکانو، و با این باخت بارسایی ها با اختلاف 1 امتیاز در صدر جدول ایستادن و رئالی ها به رتبه دوم سقوط کردن. رئالی ها کلن در این بازی عملکرد مناسبی رو نداشتن، علیرغم اینکه مارکو آسنسیو عملکرد خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت، اما وینیسیوس جونیور به معنای واقعی کلمه افتضاح بود و اصلا نتونست خوب کار کنه. و ممنون از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودید. اگر به موضوعات فوتبالی، خصوصا خلاصه بازی ها و ویدیوهای شورت فوتبالی علاقه‌مندید، لطف کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید که در جام جهانی هم با اخبار و حواشی و خلاصه بازی ها در خدمتتون خواهیم بود. ممنون از نگاه زیباتون که تا آخر همراه ما بود. خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان.